احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی از استکهلم با ما هستن. آقای علوی، ابراهیم رئیسی پیش از روی کار آمدنش از راهکارهای بسیار زیاد و در واقع راه حل‌های میگفت و برنامه‌های اقتصادی برای ریشه‌کن کردن مشکلات اقتصادی در کشور. چرا در عمل در این مدتی که آقای رئیسی بر سر کار آمده این اتفاق نیفتاد؟ گمان نمی‌کنم در همون زمانی هم که ادعا می‌شد که یک برنامه چند هزار صفحه‌ای وجود داره، خود ایشون، همکارانشون، مخاطبینشون، اقتصاددان‌ها و صاحب نظران جدی بودن اون رو تایید می‌کردن. در نتیجه باید گفت که اون یک برنامه‌ای بوده برای روی کاغذ و برای همون مباحث انتخاباتی، و الا نمیشه انتظار داشت که اون اجرایی بشه. حالا دلیل مشکل چیست؟ مهمترین دلیل اینه که ابتداعاً این دولت و در چارچوب خود حاکمیت نه مشروعیت دارد و نه مشارکت مردمی و فعالین اقتصادی و به اصطلاح شهروندان رو میتونه جلب بکنه و نه کارآمدی. و این سه مورد، یعنی مشروعیت، کارآمدی و همچنین مسئله اینکه مشارکت مردم، در واقع سه متغیری هستن که پیوسته هستن و نمیشه اونها رو جدا کرد و اینها زمینه اجرایی شدن هر برنامه است. چطور میشه انتظار داشت که فرضاً یک رئیس جمهور در چارچوب یک حاکمیتی به این شکل، اون هم با نداشتن مشروعیت، خب رأی‌های انتخابات که به هر حال روشنه، و نداشتن منابع، چون تنگناهای اقتصادی ایران چیزی نیست که بشه به پنهانش کرد، و همچنین نبود کارآمدی. میدونیم که کارآمدی خب به این دولت، چه به لحاظ فردی چه به لحاظ کل مدیریتش، از نظر کارآمدی زیر سواله، و حتی اطرافیان خود شخص رئیس قوه مجریه یا کارگزارانشون مطلع هستن که کارآمدی ندارن، نه به صفت شخصی نه به صفت دولت. بنابراین با توجه به اموری که اینجا گفته شد، انتظار نمی‌رفت که اون برنامه اولا جدی باشه، دو اینکه اجرایی باشه، و البته باید اضافه کرد که این حاکمیت در ساختار خودش با هیچ برنامه از این نوع برنامه ها نمیتونه مشکلات اقتصادی ایران رو حل کنه. آقای علوی، اختلاف ها بین دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای در واقع حکومتی افزایش پیدا کرده در مورد موضوعات مختلف اقتصادی، مثل حالا ارز 4200 تومانی، واردات خودرو. اینها به چه معناست؟ این افزایش اختلاف ها رو چطور میشه نگاه کرد؟ خب یکی از کارکردهای برنامه توی رژیم اقتصادی معین این است که وحدت آفرینه، یعنی ایجاد هماهنگی میکنه. اگر جدی باشه، با معنا باشه، قاعدتا میتونه اجماع ایجاد بکنه، میتونه مشروعیت ایجاد بکنه. خود این نشان میده که اون برنامه از این جهت هم ناموفق بوده. و البته در چارچوب این نظامی که گفته میشه، فرضاً حاکمیت ولایی که یک اقتصادی دارد به اسم اقتصاد مقاومتی که قابل تعریف نیست، همه مقامات دیر یا زود با هر ائتلافی که ما تصور بکنیم به تنش کشیده میشه، چون اجماعی بر اساس، فرض کنیم، یک اصول یا یک به اصطلاح چارچوب‌های اقتصادی معین وجود نداره، و دعوا بر سر قدرت و گرفتن امتیازات در واقع میشه مسئله اصلی به جای اهداف بلند مدت اقتصاد ملی. سپاسگزارم از توضیحات شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی از استکهلم.